سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همیشه کوکتل تی وی امروز اومدیم با یک رپ هاوشی دیگه و قرار بررسی کنیم با هم هاوشی چند وقت اخیر رپ فارسی رو اما قبل از هر چیزی اگه تازه با کانال آشنا شدید یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم هاوشی رپ فارسی رو داشته باشیم ویدیو رو با استوری حسین شروع میکنیم حسین استوری زد به این شکل همونطور که میبینید تو این استوری ما یک کلت کمری رو مشاهده میکنیم به همراه تسبیح و چند تا انگشتر که به نظر میاد اشاره داره به اون بیفش با فدایی که فدایی راجب این صحبت میکرد کدوم وسیله از این داستانا که میخواد بگه به نوعی وسیله هایی که ما راجبش صحبت میکنیم واقعی و همراهمون هست شاید هم قرار باشه آهنگ هایی رو بدن محمد سباقی خبر بعدی که بود این بود که چند وقت اخیر تو ایران دستگیر شده بود اما الان آزاد شده به نظر میاد که سر همین یکم پروژه حسین و آلبومش عقب افتاده بود البته بجز اون حالا داستانی که با تئو داشت حالا بعد ببینیم که ترک چه جوری میشه قول چند تا ترک و آلبوم رو داده بودن فلان که خبری ازش نیست یکی از داخترین بحث های چند وقت اخیر رپ فارسی داستانی بود که بین رضا پیشرو و سهراب انجی پیش اومد و به هر حال که رد و بدل کردن بعد از داستان و دیس و دیس که با هم داشتن مصاحبه ای از رضا پیش رو پخش شد توی منوتو که یه سری درگیری ها رو دوباره شروع کرد نکته عجیب اول این بود که توی این مصاحبه یکم مجری های منوتو خیلی زد, زد بازی گارد داشتن که حتی به خود رضا پیشوان بعضی جا میشه گفت به نوعی برخورد اما داستانی که بود این بود که بعد از این اتفاق سهراب و امین اومدن تیکایی رو انداختن به رضا پیشرو و گفتن چی شد تو که میگفتی ما جیره ملکه نیستیم و الان رفت توی توی تو بعد از این هم سیناب جوابی بهشون داده یه سری ویس بازی ها شکل گرفت بین رضا پیشرو و سامان ویلسون اول استوریا رو با هم میبینیم خب استوری ها رو دیدیم بعد این استوری ها تقریبا میشه گفت 3 4 ساعت وایس رد و بدل شد توی کانال های سامان ویلسون و رضا پیشو که به نظر من بهتر این داستانا چون یه کوچولو کلکلا کل به سمت بچه بازی میرفت و حرفایی بود که خیلی شنیده بودیم و داستان عجیب بود به نظر من بهتره که رپر بیاد توی اون رینگی که هست به حال با هم زور آزمایی کنن چون این بحث خیلی وقت داره کش میاد توی رپ آمریکا ما ببینیم که آقا بعد از اینکه بیف میشه به حال برنده مشخصه ما توی ایران هر کسی رو برنده میدونه و این بحث حال حالها حاله ادامه داره کاش بیان جفتشون چون به حال دوتا برندن اسمشون و کلی احترام باید براشون قائل باشیم و خب مشخص کی چه کاری کرده کاش خودشون هم به هم یه کوچولو بیشتر احترام بذارن و یک برنامه ای رو برنامه ریزی کنن که بشه توش قشنگ بگیم که آقا برنده کی بود مثلا یک رپ بتلی بذارن که یکی بیاد آهنگ زنده بزنه و مثلا فلبدای رپ کنن که خیلی خفه میشه اگه این کارو بکنن حالا یا بتل به نوع دیگه ای که قشنگ مشخص بشه آقا کی از اون یکی بهتره که دیگه به نظرم این بس انقدر کش نده و درآمدزاییش هم میتونه خیلی واسه بیشتر باشه اما از این صحبته که بگذاریم توی وایس هاشون یه سری حرفا رد و بدل شد که حتی داشت به این میکشید که برن با هم پوکر بازی کنن با سیناب ساموئلسون بره پوکر بازی کنه که البته به جایی نرسید اما یه نکته خیلی جالب بود تو این حرفا که میشه بهش اشاره کرد اونم وقتی که ساموئلسون بحث اثر منفی رو آورد وسط که میگفت آقا شماها کارتون اینه که زنگ بزنید صدا ضبط کنید و از این حرفا رضا پیش اومد یه وایس گذاشت گفت تو نمیدونی کی نوشته ورس اول اثر منفی رو گفت آقا من موقع تنها نبودم سنم کم بوده و اصلا من تماس نگرفتم خیلی دیگه تماس گرفتن و خیلی دیگه هم توش بودن حالا اینکه کی نوشته این ورسو خیلی جالبه یک بر حال شاتی هست که داره دست به دست میشه برمیگرده به اون زمان درگیری های رضا پیشرو و سروش هیچکس که بر حال مصاحبه هم کرده بود اون زمان رضا پیشرو یه سری حرفا رو زده بودن حالا تو این کامنت ها که اون موقع زمان فیسبوک با هم درگیر بودن و داشتن با هم حرفی زدن و کامنت بازی میکردن رضا پیشرو اشاره کرده بود که تو ورسه یه که بر حال اثر منفی رو نوشتی همونایی که بعدا رفتی باشون خوندی که میتونه نکته عجیبی باشه چون بعد از اثر منفی به هر فیت داشت با سامان ویلسون سروش هیچ کس البته این اولین باری نیست که ما میشنویم ورس یه دیست و یه کس دیگه نوشته شاین تو توی یکی از مسابقه قدیمیش گفته بود اون دیس سفیس و یکو که حسین داده بود به برحال سفیس و یکو هیچ کس خودش شاین فلاکت نوشته که خودش عضوی از 21 بود اون زمان به هر حال داستان اینجوری داره شکل میگیره و به نظر میاد که این ورسو یعنی ورس یک اثر منفی رو سروش کس نوشته اما خب این وایسا رو که بذاریم کنار چند روز پیش همین دیروز یا پیروز بود که سهراب امجی اومد یک استوری گذاشت به این شکل و رو به رضا پیشو انداخت همونطور که میبینید توی کپشن این کار نوشته نیستی و من دارم متر میکنم نظام آبادو. که بعد از اونم رضا پیشو واکنش داد توی کانال تلگرامش نوشت هر چه قدم اونجا رو متر کنی نمیتونی اونجا بزرگ و زندگی کنی شب بیا و اینجوری جوابشو داد سیناب هم با یه عکس به این شکل به تمسخر سهراب ام جی پرداخت درگیری دیگه ای که داشتیم درگیری بود به بین پایا و اشکان کاغان اول اصلا پایا اومد یه استوری گذاشت و گفت یه شخصی هست به اسم کاغان که میخواد بگه من روبیتش خوندم و از این حرفا اما من اصلا روبیت این آقا نمیخونم و قبولش ندارم و از این حرفا اما بعد از اون اشکان کاغان اومد گفت اصلا همچین داستانی نبوده من حتی جواب نمیدم پولم بدی رو نمیذارم رو بیتم بخونی و داستان شکل و ابتا به جایی نرسید دیگه پای جوابی نداد استوری های کاغان با هم میبینیم ببین بیت خواستیم وسط میفرستم اوکی این کارا لازم نیست فقط یه قولی باید بدم بدی که هیچ وقت روش نخونی بشین با دوستات گوش کنین حد بزنین حال کنین <applause> مسئله بعدی که اتفاق افتاده بود داستانی بود که چند تا از کانال های ریاکشن مخصوصا آریا محمد که حالا خودش کارش فقط ریاکشن نیست اما ریاکت هم میکنه بعضی وقتا این بود که اومد و داشت راجع به این حرف میزد که سینا بعد از اینکه آریا محمد اومده بود انتقاد کرده بود از کارش کپی رایت زده روی ریاکشن رو داش میگفت فقط به هر دارن ریاکشن ها در میارن و نباید این کپی رو بزنی و از این حرفا اما بعد از این سینا اومد اعلام کرد که آقا اون پاپلیشر داستانه که به صورت اتوماتیک میاد و کپی رو میزنه و حتی عکسی رو منتشر کرد که خود کانال پرشین که به صورت رسمی از اون کانال آهنگ پخ شده بود کپی خورده بود مسئله که اینجا میتونیم راجع بهش صحبت کنیم اینه که آقا اون حق کپی رایت استرایک و حتی بلاک کردن ویدیو حقیه که خود یوتیوب و قانون به آرتیست میده آرتیست میتونه اونو بزنه حالا بماند که خودش اتوماتیک این اتفاق میفته تا شما میخوای ایمیل بزنی و اونها حالا صلاح بدونن وردارن یا نه اما این حق آرتیسته و کسی نمیتونه بگه آقا چرا مثلا دلت پاک نیست میزنیم کارو از این حرفا و آرتیست میتونه از حقش استفاده کنه و اصلا کار غیرقانونی نیست تو این داستان های کپی و این حرفا کسی امیر تتلو هم یه استوری زد و پست گذاشت و گفت آقا کسی اجازه نداره از کنسرت من ویدیو بذاره و حتی لایو بذاره همه همون موقع به هر باشون برخورد میشه و کپی رایت میخورن که حق داره واقعا یه نکته دیگه هم که داشت بهش اشاره میکرد این بود که میگفت خیلی ها میان ویدیوهایی که ما درست میکنیم برای یوتیوب میذارن رو چنلاشون و مردم که بیان از چنل خود ما ببینن که سودش برای ما باشه پا میشن میرن از اونجا میبینن که حرف بشدت به شدت به حقی دوستالی هست که ما داریم راجع به این صحبت میکنیم و نمیدونم چرا متوجه نمیشین کسایی که میایید پیج میزنید کارتون نه حمایت نه هیچی فقط دوزیه یک آرتیست میاد زحمت میکشه حالا یه ویدیو فان درست میکنه آهنگ درست میکنه هر چیزی اون کار مال اونه حق اونه و هر چی بازخورد داره باید مال اون باشه نه شخصی که صرفا پشت گوشی نشسته و اون کارو شیر میکنه هیچ و هر حال پیج اینستاگرام یا تلگرامی اجازه نداره کاری رو به صورت کامل بذاره روی پیجش و اگه میخواد بذاره و حرف از حمایت میزنه بهتره که لینک خود آرتیست رو به اشتراک بذاره اما موضوع دیگه ای که داشتیم حمید رزا جعفری که خیلی اونو به اسم منیجر شاه میشناسن اومده بود یک استوری زده بود و اعلام جنگ کرده بود با رادیو جوان طبق این استوری و توییتی که حمید رزا جعفری زده بود به نظر میاد آر با واسطه یا به واسطه یک شرکت دیگه داره ریپورت میکنه کار خود آرتیستا رو از پلتفرم‌های رسمیشون و پایین میاره این کارا رو که طرفدارا جذب بشن به پلتفرم خوده رادیو جوان که بتونه درآمدزایی داشته باشه که اگه واقعا این حقیقت داشته باشه که به نظر میاد طبق مدارکی که رو کرده حمید رضا جعفری و قبلا هم مهدیار راجع به این صحبت کرده بود خیلی حرکت چیپ و زننده یه رادیو جوانی که داره با استفاده از ها به شدت پول در میاره اما حق اونا رو نمیده اینجوری داره به هر حال به نوعی مفری میکنه از آرتیستایی که به هر حال دارن با این سایت کار میکنن و توقع میره که یا بیان بیرون یا به هر یه جوری مقابل این داستان وایسن چون به حال داره به کل مارکت ضربه میزنه حالا باید ببینیم تا این داستان چه جوری پیش میره امیدواریم که آرتिस्टاون بتونن به حق خودشون برسن یک استوری داشتیم از تهم که به نظر من شاید داشتی رو به سامان ویلسون مینداخت و این استوری نوشته بود تو رپ فارسی بوت بعضی ها جوری شکسته شده که هر روز باید بیانیه صادر کنن برای حفظ بقاشون باعث ترحمه. عاقبت بود رو هم تاریخ مشخص کرده یک استوری داشتیم از علی جیدال که واکنش اون بود به اینکه قرار تو مدارس امر به معروف و نهی از منکر تدریس داده بشه و این کتاب به رشته ها اضافه بشه علی جیدال تو استوریش نوشت آقا رشته امر به معروف عجب رشته ای بشه مشق دانشجوها 200 بار بنویس حجاب مسئولیت است نه محدودیت خواهرم امتحان پایان ترمشم تو ایست ولنجکه خواهرها باید دل حاجی رو ببرن برای قبولی برادرها هم زوب در ولایت باید 99 درصد برخوردشون با رفعت اسلامی باشه اگه نشد رفعت باید بره جبار بیاد با چماغش که اینجوری واکنش خودشون نشون داده بود به این موضوع با سبک فان خب این بود از رپ هواشی این چند وقت اخیر امیدوارم که لذت برده باشید صحبتی انتقادی پیشنهادی دارید به علاوه نظراتون توی کامنت ها بنویسید که مثل همیشه میخونم و کلی انرژی میگیرم از اشقایی که میدید که باعث ادامه راهمونه دمتون گرم امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سیو